من به عنوان کسی که از ابتدا با برجام مخالف بودم، به همه جای این برجام نقد داشتم و معتقد بودم که قطعا این برجام به نتیجه نمیرسه، اما الان صراحتا به شما میگم که به هیچ عنوان جمهوری اسلامی نباید خارج شونده از برجام باشه. چرا؟ به هیچ وجه. شما نباید میرفتید توی توافق. حالا که رفتید هزینه هاشو دادی، خروجت هزینه های دو برابر تحمیل میکنه بعد. خب یعنی تا آخر عمر باید بمونید نه. برجام؟ نه، ما تعهدات برجامیمون رو کاهش میدیم تا جایی که برجام کلم یکون از نظر ما هیچ موقع هم نمیگیم ما از برجام خارج شدیم. یعنی میگید عملا خارج شویم اما رسما خارج نشیم؟ عملا به تعهدی عمل نمیکنیم. برجام سر جاش است، برجام سر جاش باشه. چه نیازی داریم الان بگیم ما خارج شدیم؟ مثلا چه دستاوری واسه ما داره؟ خب کارامونو داریم انجام میدیم، آب سنگین عراق رو اندازه کردیم، سانتریفیوژا رو داریم نصب میکنیم، قنی سازیمون داریم میریم از این جهت بالای سومین در ساعت ذخیرامون داریم سر حقوق اون مادام العم ازش محروم شدیم طبق برجام، در حالی که اینا نیاز کشوره. ما نمیتونیم برجام، مثلا بس پلوتونیوم نمیتونیم، چرا به برجام نمیتونیم؟ چرا نمیتونیم؟ چون تو برجام اومده که این حقوق دیگه ما نداریم. نه، این به شرطی که طرف مقابل تعهداتش عمل بکنه. گام های بعدی ماست، ما حتما انجام میدیم. ما غنی سازی برای پیشران ها میخوایم، غنی سازی برای پیشران ها درصدش خیلی خیلی بالاست، قادر هستیم، تکنولوژی رو داریم، باید از سانتریفیوژ های پیشرفته. نه، من اینجا پرسیدم که آیا عراق استفاده کنه. آقای ظریف اخیراً با یکی از سناتورهای آمریکایی دیدار داشتند، این ماجراش چیه؟ شما به عنوان عضو کنسرم داری خبری دارید از این قضیه؟ هر نوع مذاکره، گفتگو با مقامات آمریکایی جزء خط قرمز جمهوری اسلامی است. خب همین سوال برای همینه، ما آمریکایی ها رو قابل مذاکره نمیدانیم. در برجام هم صراحتا اینو اعلام کردیم، ما به هیچ وجه با آمریکا مذاکره دیگه نخواهیم داشت. یه بار مذاکره کردیم، توافق کردیم، بیاد به تعهداتش عمل بکنه. وزیر امور خارجه وقتی سفر میکنه ممکنه با بعضی از مقامات گفتگو بکنه، مذاکره کنه، صحبت داشته باشه، مذاکره داشته باشه، به ویژه نمایندگان مجلس، سناتور ها. حتما وزیر محترم امور خارجه مجوزی داره، قطعا این کارو کرده. ما حتما روز هفته آینده که ایشون بیاد در کمیسیون امنیت ملی ازش سوال خواهیم کرد.